تصاویر تازه سحر صفدری بعد از جدایی از شوهرش و کاروبار عجیب و باور نکردنی سحر صفدری در کشور آمریکا. سحر صفدری به چی دلیل از موجی وارد جدا شده است؟ افشای حقایق و ناگفته های زندگی سحر صفدری و موجی وارد که اصلا باورتان نخواهد شد. وظیفه سحر صفدری در آمریکا چیست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سحر صفدری یکی از مجریان موفق با استعداد و پرتلاش در تلویزیون جهانی طلوع و رسانه های افغانستان بود. وی با کارهای رسانه ایش از تلویزیون جهانی خورشید آغاز کرد، ولی با استعداد خارق‌العاده ای که داشت توانست در تلویزیون طلوع را پیدا کند و برنامه های مختلف را در تلویزیون طلوع می ساخت و مدیریت می کرد. سحر صفدری در تلویزیون طلوع با موجی بارز دوست و همکار هنریش ازدواج کرد. سحر صفدری بعد از تحولات سیاسی در افغانستان با موجی بارز به کشور آمریکا پناهنده شد و در کشور آمریکا صاحب دختر شد و برای یک مدت طولانی کاملا از پرده رسانه ها به دور بود، اما دوباره با شوهرش برنامه های مختلف را برای تلویزیون جهانی عمومی ساخت. سحر صفدری در برنامه گلشنبه با نظیره کریمی نقش اصلی را بازی می کرد، اما این روزها تصاویرش در صفحات مجازی نشر می شود که وی قرار است در آمریکا برندی از لباس ها را به نام خودش بسازد و کاروبار تجاریش را آغاز کند. سحر صفدری در کشور آمریکا از موجی باره شوهرش جدا شده است و دخترش نزد خودش می باشد و همین خاطر دیگر به برنامه های رسانه ایش ادامه نداده است و خواسته تجارت شخصی به نام خودش بسازد. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این جوان با استعداد کشور خود از بارگاه ذات لایزال تمنا دارم. آرزوی خوشبختی برای سحر صفدری و موجی باره از بارگاه ذات لایزال استدعا دارم. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتون را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستان سحر صفدری و موجی بارز به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را بر لای من ناسپرده موفق و کامیاب باشید.